سرخط خبرها و مهمترین ها. دو جوان کشته شده به اتهام آدمربایی از سوی طالبان در پروان بی گناه بودند. مقام های طالبان و پاکستانی درباره پناهجویان افغان در اسلام آباد گفتگو کردند. گذرگاه ترخم بار دیگر برای موتورهای باربری بسته شد و همچنان در پایان بالاخره پیروز هر دو میدان شدیم. این خوشی بر همگان مبارک است. مشروع خبرها. یک روز پس از ادای طالبان مبنی بر کشته شدن دو آدمربا از سوی این گروه در پروان، شمار از باشندگان محل ادای طالبان را فریب از آن آمه اینوان میکنند. منابع روز شنبه به روزنامه 8 صبح تایید میکنند که دو جوان کشته شده به اعدام آدمربایی از سوی طالبان در پروان بیگناه بودند و با هیچ گروه ارتباط نداشتند. به گفته منابع این دو جوان فوتبالیست بودند و شامگاه پنجشنبه 21 جدی هنگام برگشت از بازی فوتبال از سوی جنگجویان طالبان در مربوطات حوزه اول امنیتی شهر چارکار تیرباران شدند. منابع می‌افزایند که طالبان پس از قتل این دو تن به خاطر فریب از آن آمه آنها را متهم به آدمربایی کردند. مقام های امریکایی و پاکستانی درباره پناهجویان افغان در اسلام آباد گفتگو کردند. وزارت امور خارجه امریکا از گفتگوی ریچارد ورما معاون این وزارت با مقام های پاکستانی در مورد مسائل مربوط به اسکان مجدد پناهجویان افغان در آن کشور خبر داده است. این وزارت با نشر خبرنامه گفته است که ریچارد ورما معاون امور مدیریت و منابع وزیر امور خارجه امریکا از 8 تا 12 جنوری به اسرائیل، اردن، عراق و پاکستان سفر کرده. در خبرنامه آمده است معاون وزیر امور خارجه با مقام های ارشد پاکستان در اسلام آباد در مورد توسعه بیشتر روابط میان ایالات متحده و پاکستان و موضوعات مورد علاقه و همکاری دو جانبه گفتگو کرده است. ریچارد ورما افزون بر دیدار با مقام های پاکستانی با سازمان های بین المللی و شرکای همسو نیز دیدار کرده و بر تعهد امریکا جهت حمایت از آن شمار افغان هایی که برای ایالات متحده یا به نمایندگی از این کشور در افغانستان کار کردند تاکید کرده است. در خبرنامه افزوده شده است معاون وزیر امور خارجه در مورد منافع متقابل ما در حفاظت از جمعیت‌های آسیب‌پذیر و تسهیل اسکان مجدد برای افغان‌های واجد شرایط بحث کرد. گذرگاه ترخم بار دیگر بر روی موتورهای باربری بسته شد. مقام‌های محلی طالبان می‌گویند که مزبانان پاکستانی بار دیگر گذرگاه ترخم را بر روی موتورهای باربری بسته کرده است. قاری نور محمد حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار گفته که این گذرگاه از روز جمعه یعنی 22 جدی به این سو بسته شده است. جبهه مقاومت در پاسخ به مکال. نیروهای دموکراتیک مخالف طالبان آماده گسترش روابط با امریکا اند. جبهه مقاومت ملی افغانستان از اظهارات رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا درباره گفتگو با نیروهای دموکراتیک مخالف طالبان استقبال کرد. معصم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت گفت ما مشتاقیم روابط خود را با دوستان افغانستان در جامعه جهانی به ویژه امریکا تقویت کنیم. علی معصم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان در شبکه اجتماعی اکسش نوشت که این جبهه از حمایت سیاسی و اخلاقی که پس از اگست 2021 از سوی دوستان خوب خود در کنگره ایالات متحده دریافت کرده است قدردانی میکند. اخیراً مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا در گفتگوی اختصاصی با افغانستان انترنشنال گفت می خواهد با رهبران شمال از جمله احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت گفتگو کند. او می گوید ما می توانیم تلاش کنیم رفتار طالبان عوض شود، اما نمی خواهیم به طالبان رشوه بدهیم. ما دوست دارم با آن در رهبران اتحاد شمال که فعال و زنده هستند گفتگو کنم. آقای مکال افزود که امریکا می خواهد اطمینان حاصل کند که افغانستان دیگر مثل گذشته به یک تهدید برای این کشور و جهان غرب تبدیل نمی شود. آقای مکال تصدیق کرد برای تحقق این هدف از هر ابزار ممکن استفاده خواهد شد. مایکل مکال تصدیق کرده است من خیلی دوست دارم رژیم طالبان هر چیز زودتر از بین برود، آنها مردم خوبی نیستند. او میگوید جای تاسف است که اکثر مردم افغانستان که آدمهای بسیار خوب و دوست داشتنی هستند مجبورند زیر حاکمیت بی‌رحمانه طالبان زندگی کنند. این اظهارات در حال مطرح شد که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا نیز در نشست درباره افغانستان برگزار کرد که این نشست فراجنایی با حضور قانونگذاران احزاب جمهوری خواه و دموکرات برگزار شد. نمایندگان ویژه امریکا در امور افغانستان و معاون اداره توسعه بین‌المللی امریکا در این نشست به سوال‌های نمایندگان پاسخ دادند. جبهه مقاومت ملی برگزاری چنین جلسات را برای بیان تهدیدهای ناشی از افغانستان به دلیل حضور گروه‌های تروریستی مهم دانسته است. علی میسر نظری نوشته است که افغانستان به پناهگاه برای گروه‌های تروریستی بین‌المللی و منطقه‌ای از جمله القاعده، داعش خراسان و دیگر تبدیل شده است که هم از زیر چتر طالبان هستند.
مایکل مک‌کال در بخش از سخنرانی خود نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا درباره افغانستان گفت که طالبان به القاعده پناهگاه فراهم می‌کند و تجهیزات بجامانده آمریکا در افغانستان اکنون به گروه‌های تروریستی فروخته می‌شود. جنگ غزه وضعیت وفق مراد اسرائیل است. از عمر جنگ غزه بیش از 3 ماه می‌گذرد. شمار تلفات فلسطینی‌ها از مرز 23 هزار تن عبور کرده است. ارتش اسرائیل نیز تلفات می‌دهد، ولی بسیار کمتر از حماس و ساکنان غزه. جنگ در این روزها بیشتر بر جنوب غزه متمرکز است و از شدت آن در شمال کاسته شده است، جایی که ارتش اسرائیل ادعا می‌کند زیرساخت‌های نظامی حماس را نابود کرده است. موشک پراگنی های حزب الله لبنان نیز به گونه مدیریت شده به سمت خاک اسرائیل ادامه دارد، عملاتی که واکنش در پی داشته است. دورنما یا تجربه زیاد روشن نیست و میانجیگری کشورهای اروپایی و منطقه تا این دم نتیجه ای نداده است، شاید به این دلیل که ایالات متحده آمریکا موافق نیست. 1. جنگ فرسایشی شده است. فرسایشی شدن جنگ غزه چیزی نیست که وقف مراد مرام اسرائیل باشد، چون اگر توان نظامی آن را معیار قرار دهیم، اصولا در چشم به هم زدنی باید دومار حاکمیت حماس در نوار غزه را در می پیچید. اسرائیل در گذشته جنگ های بزرگ را تجربه کرده، ولی زود به نتیجه مطلوب نایل شده است، چون رقیب را به گونه برقاسا سرکوب کرده است. برای نمونه، در جنگ 1967 که به جنگ 6 روزه معروف است، اسرائیل در کمتر از 24 ساعت نیروی هوایی مصر، سوریه و اردن را از کار انداخت و بخش از جغرافیای آن سه کشور را اشغال کرد، در حالی که قاهره در آن زمان قدرت برتر منطقه بود و در کانون توجه اتحاد جماهیر شوروی سابق قرار داشت. اگر جنگ‌های گذشته را نیز مبنا قرار دهیم، حماس باید طی کمتر از یک روز خلع حاکمیت می‌شد که نشده، در حالی که قلمرو حاکمیت آن از سال 2007 و این سو در محاصره اسرائیل است و به همین دلیل از آن به زندان باز تعبیر می‌شود. حماس اگر در گذشته به گونه پنهانی از کمک برخی کشورها بهره‌مند می‌شد، حالا نمی‌شود، چون همه راه‌های ورود به غزه مسدود است. ولی لوی با آن که نیاز ندارد از سوی واشنگتن حمایت تسلیحاتی می شود. فرسایش شدن جنگ نیز به این علت است که اسرائیل با یک گروه مسلح مواجه است نه دولت، و این ضمن آن که تشخیص برنده و بازنده را دشوار کرده با جنگ ماهیت چریکی نیز بخشیده است. 2. ایالات متحده نگران است. اسرائیل قدرت برتر منطقه است و توان دفاع از خود در برابر دشمنانش را دارد، به ویژه زمانی که با گروه‌های چون حماس، حزب الله و غیره طرف باشد. با آن هم از 7 اکتبر تا این دم از حمایت تسلیحاتی آمریکا بهره‌مند بوده است. دولت جو بایدن در حمایت از اسرائیل دو ناو او پیمابر در خاورمیانه مستقر کرد و به سایر کشورها و گروه‌ها به ویژه ایران و حزب الله هشدار داد که بی‌طرف بمانند. دولت بایدن حتی طرح بودجه 106 میلیارد دلاری را به منظور دوام حمایت از تل‌آویو کیف تقدیم کنگرس کرد که تایید نشد. دولت بایدن در دسامبر سال گذشته در دو نوبت بدون عقد مجوز کنگرس حمایت مالی و نظامی که اسرائیل فرستاد، با این ادعا که در وضعیت اضطراری قرار دارد، در حالی که ارتش اسرائیل از نظر تجهیزات پیشرفته نظامی در منطقه مانند ندارد و مهمتر از آن با حماس طرف از گروهی که نیازمند کمک سایر کشورها و گروه‌هاست، کمک‌های اضطراری بدون مجوز کنگرس به سابقه نیست، ولی نادر است و این نشان می‌دهد که تل‌آویو از نظر واشنگتن در وضع نامساعد قرار دارد.